سلام شاگردای عزیز چی حال دارین خوب هستین قسم ما میبینیم همه شما شاد و خورم هستین یعنی به این معنی که شما آماده به درس جدید هستین خدا کنه که درس گذشته رو شما مرور کرده باشین خوانده باشین و کار خانگی انجام داده باشین و به با درس جدید آمادگی داشته باشین درس امروز ما البته موضوعش است مجموعه زاویه های داخلی یک مثلث می که مجموعه زاویه داخلی یک مثلث بفهمیم که یک مثلث مجموع زوای داخلی چند درجه میشه به خاطر از اینکه شما این مطلب بفهمین در رسمی که شما میبینین بر شما آوردیم شما از اینجا ببینین که دو مثلث بر شما رسم کردیم ببینین شاگرد عزیز مجموع زوای های داخلی مثلث آیا مجموع زوای داخلی تمام مثلث ها با هم مساوی یعنی شما معتقد هستین که هر مثلث در نظر بگیریم مجموع زوای داخلی 180 درجه میشه در رسم شما میبینین یک مثلث قایم زاویه است 90 درجه 60 درجه و 30 درجه زاویه داخلیش جمع کنیم 90 جمع 60 جمع 30 درجه و یک مثلث حاد زاویه را در نظر گرفتیم که ای عرضه زاویه 60 درجه است 60 درجه 60 درجه 60 درجه ببینید مجموعه زاویه داخلی مثلث قایم زاویه را جمع میکنیم و از حاد زاویه را آیا مساوی میشه بله ها 90 جمع 60 جمع 30 180 درجه میشه مثلث قایم زاویه و مثلث حاد زاویه پس به این نتیجه می رسیم که مجموع زوایای داخلی یک مثلث مساوی به 180 درجه است هر یک از زاویه های داخلی مثلث را یک زاویه داخلی یا به صورت مختصر زاویه مثلث می نامند یعنی هر مثلث یک شما در نظر بگیریم مجموعه زوایای داخلی 180 درجه میشه و ثابت است در این مثلث ای که شما می بینید مثلث ABC زاویه A B, جمع زاویه بی جمع زاویه سی مساوی میشه با 180 درجه به خاطر بهتر فهمیدنش یک مثال کتاب شما را حل میکنیم در روی تخته البته ببینید مثال بر شما ما میخوانم مثال اول در مثال شما تساوی ساقین A, B, C اندازه یکی از زاویه مساویان برابر به 70 درجه است اندازه زاویه سیومی آن را پیدا کنید ببینید چه قسم هایی را دریافت میکنیم اندازه زاویه را در اینجا ما شما داریم که زاویه A جمع زاویه B جمع زاویه C در این صورت وقتی که ما شما ها را جمع میکنیم زاویه A زاویه B و زاویه C چون B و C را در سوال برای ما شما داده که 70 درجه است بعد ما شما زاویه C و که زاویه S باید دریافت کنیم ما شما گفتیم که مجموع زوایای داخلی یک مثلث 180 درجه است یعنی اگر زاویه A را با B یا با سی جمع کنم یاسلش میشه مساوی میشه به 180 درجه بسیار خوب. آن شاهده می میبینین که زاویه بی جمع سی یعنی اردو شد قیمت گذاری میکنم با جای زاویه بی و زاویه سی که تا ما بتانم زاویه ای را پیدا کنم چون زاویه ای نامعلوم است نوشته میکنم زاویه ای جمع زاویه بی ما و شما چند درجه هستن؟ 70 درجه جمع زاویه سی ما شما چند درجه هستن؟ یا درجه بسیار خوب مساوی میشه به 180 درجه آن جمع میکنیم دو تاره یعنی 70 با 70 جمع میکنیم زاویه ای جمع اردو جمع کردیم شد 140 درجه این مساوی میشه به 180 درجه خب وقتی که مزاوی ای را پیدا کنم نظر به معادله 140 درجه را به طرف 180, با طرف 180 انتقال بتم این علامهش منفی میشه یا به دو طرف در معادله میتونیم 140 منفی کنم یعنی به شکل زاویه ای جمع چل درجه مساوی میشه با 180 در درجه منفی در 140 درجه درجه با 140 درجه سفر میشن پس زاویه ای مساوی میشه از 180 در درجه 140 در در درجه را منفی میکنم ببینین از سفر که سفر منفی کنیم میشن خود سفر از 8 که 4 برن 4 و از 1 که 1 برن سفر پس زاوی این مساوی میشه و چند درجه شد؟ چل درجه. بسیار خوب. اینه مساله است. ما شما سوال مثال شما را البته حل کردیم. یک مثال دیگر هم حل میکنیم. مثال دوم کتابه که شما بهتر موضوع را بفهمین. در مثال دوم کتاب میبینیم. مثال دوم. زاویه های حاده یک مساله چه قایم زاوی متساوی ساقین چند درجه است؟ شما در این رسم که شاگرده می بینیم میبینین زاویه ای 90 درجه است چون دو علامت گفتم قبلا هم که وقتی نوشته نباشه به این علامه باشه یعنی این زاویه زاویه قائمه یا 90 درجه است در سوال بر شما گفته که اندازه زاویه B و زاویه C را پیدا کنیم ما شما به خاطر دریافت زاویه B و زاویه C چی میکنیم باز هم از این روش استفاده میکنیم نوشته میکنیم میگم که زاویه A جمع زاویه B جمع زاویه C این مساوی میشه به 180 درجه یعنی مجموع سه زاویه داخل یک مثلث مساوی به 180 درجه است قیمت گذاری میکنم زاویه ای قسمی که شما در میبینید 90 درجه است نوشته میکنم که 90 درجه جمع زاویه B و جمع زاویه C این مساوی میشه به 180 درجه بسیار خوب چون بی جمع سی اردوش ما شما گفتیم که مثلا سی متساوی ساقین است پس زاوی بی با زاوی سی مساوی است وقتی که مساوی باشه پس دیگه نوشته میکنم که چون زاوی بی مساوی میشه و زاوی سی پس میتونم نوشته کنم که دو بی یا دو سی یعنی چه رقم که نوات درجه جمع دو بی مساوی میشه و یک و درجه با دو طرف معادله نوت کم میکنم ما شما معادله قسم خواز داریم که میتونیم با دو طرف معادله اضافه کنیم یا کم کنیم پس نوشته میکنم که نواد درجه منفی نواد درجه جمع دو بی مصر میشه درجه چونی طرف منفی نواد درجه علاوه با دی طرف هم علاوه کنم منفی درجه بسیار خوب این نواد درجه با این نوت درجه صفر میشه بعد میمونه در اینجا دو بی مسوی می شود از 180 درجه 90 درجه برم می مونن. 90 درجه بسیار خوب حالا وقتی زاویه زاوی بیر خودش پیدا کنم چون تو دو تا بی داریم پس بنان اطراف این معادله را تقسیم چند کنم تقسیم دو یعنی 90 درجه را تقسیم دو کنم تا دو زاویه به حساب قیمتش پیدا شود پس نوشته می کنم. دو بی البته یا زاویه هستن تقسیم دو یعنی دو طرف تقسیم دو می کنم. 90 درجه تقسیم دو ای دو با ای دو یک میشن بالاخره زاویه بی مساوی میشه و نوا تقسیم دو چند میشن 45 درجه وقتی که بی زاویه 45 درجه شوه چون بی مساوی با سی است یعنی زاویه بی مساوی میشه با زاویه سی پس در نتیجه از اینجا میگیم که زاویه بی هم مساوی میشه با 45 درجه است و زاویه سی هم مساوی میشه با 45 درجه است بسیار خوب اینمی قیمتی ای بود که ما شما در سوال از ما شما خواسته بود و ما شما قیمت دریافت کردیم بسیار خوب به خاطر از اینکه شما بهتر آموزش دیده باشین یک یعنی فعالیت ما شما کار میکنیم فعالیت بر شما میخوانم فعالیت یک مثلث قسم کنید که هر زل قائم آن 5 سانتی متر باشد دو زاویه دیگر آن مثلث چند درجه است ابتدا بدون نخاله و سپس توسط نخاله اندازه زاویه ها را دریاب این دو جز داره شاگرد عزیز ببینید یک جزشه ما برای شما کار میکنم و یک جزشه خودتان یعنی توسط رابطه که پیشتر معل کردم از طریق مجموع زوایای داخلی 180 درجه میشه این کار خودتان کنید و توسط نقاله من اندازه گیری میکنم که چند درجه میشه درست است ما حال رسم میکنم مثلا گفته یک مثلا قایم زاویه رسم کنید ببینید مسئله چه قایم زاویه را رسم میکنم چون این مساله از خودش قایم زاویه است به می میمانم منطقه از دایش با در دا نظر میگیرم که پنج پنج سانتی ببینید این رسم کردم بعد باز پنج سانتی جدا میکنم حال به این شکل میبینم ای شد که به می ترتیب ایزور دیگه آمد 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 چون نوات درجه بود ساده تر شوه اینو ببینید به این زاویه شد بسیار خوب آل می بینم که این زاویه که وقتی 90 درجه شد قائمه شد آل گفته 5 5 سانتی باید جدا کنید 5 سانتی اردو زاله چون متصابه ساقین رو جدا میکنم ببینید شاگرد عزیز حساب میکنم یک دو سه چهار پنج سانتی بسیار کوچک می اینجا میگذارم و همچنان پایانم هم گفته 5 سانتی باشه میان به اینجا متباقی زیرا پاک میکنم به این ترتیب به این شکل آل با هم وصل میکنم به این ترتیب چون بسیار کوچک آمد البته دیگه شما با در کتابچه بزرگ میاد بسیار خوب نامگذاری میکنم زاویه A زاویه B و زاویه C حالا توسط نقاله اندازه میکنم نخاله به این می میبینیم روز قبل هم با ای آشنایی کامل داریم زاویه خودش دیدیم که من 90 درجه رسم کردم توسط گونیا یا مثلث قایم زاویه ثابت است که 90 درجه است دو زاویه دیگر اندازه گیری میکنم ببینید شاگرد عزیز وقتی که من این زاویه اندازه گیری میکنم با این ترتیب راس از زیر میمانم بالای زل راس سی و به این ترتیب زاویه صفر بالای بی سی قرار میدم میبینیم این زاویه ما شما چند درجه هستند به این ترتیب چون دیده نمیشه از را باید مچه کنم زل باید امتق... امتداد بتم تا ما بفهم که چند درجه است با این ترتیب و این زل هم باید امتداد بتم حال میبینم که دنخال اینا چند درجه هستم می‌بینید شاگرد عزیز حساب میکنم 10 درجه 20 درجه 30 درجه 40 درجه و چند 45 درجه وقتی که 45 درجه است می‌بینیم اینم زاویه مو شما 45 درجه است پس وقتی که زاویه متساوی ساقین باشه در مقابل زوایای مساوی زوایای مساوی قرار داره پس این زاویه مو شما چند درجه میشن هم 45 درجه میشه متبقی از این خطوط پاک میکنیم با خاطر اینکه ای ما شما اندازه‌گیری زاویه گرفتید آل درس به خاطر اینکه شما بهتر فهمیده باشین یک مرتبه خلاص براتون میگم درس ما شما موضوع درس ما بود مجموعه زوایای داخلی مثلا است مجموعه زوایای داخلی مثلا است بر همیشه مساوی 180 درجه است چه زاویه قائمه باشه چه زاویه منفرجه باشه چه زاویه حادو زاویه باشه از نگاه اصلا هر قسمی که باشه هر مثلا است مجموعه زوایای داخلیش مساوی به 180 درجه است که با در نظر داشت اینمی ما شما توانستیم مثالای مربوطیش حل کنیم و این فعالیت هم یک جزش مربوط به شما میشه که توسط می رابطه شما البته حل بکنیم کار خانگی را بربطه برای شما باید بگیم کار خانگی تان دو سوال بر شما تایه دیدیم در کار خانگی سوال اول اگر در یک مسلس متصابی ساقنج زاویه بین دو ساق برابر و 50 درجه باشد هر یک از آبه دیگران چند درجه است مشابه با می سوال است که شما حل میکنین سوال دوم در یک مثلث متساوی الاضلاع هر زاویه آن چند درجه است بسیار دو سوال ساده است این را شما البته کار خانگی در خانه انجام میتین و ما میرسیم به پایان درس امروز امیدوار هستم درس تان امروز مرور کنین کار خانگی تان را انجام بدین و درس فردا را یک مرتبه شما مرور کنین و تا درس آینده که موضوع شما آذر میشم و درس جدید در خدمت شما تقدیم میکنم همه شما را به علای پاک مسبارم تشکر از توجهتون